بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا امين الله في أرزه وحجته على عباده السلام عليك يا امير المؤمنين سلام عرض ادب دارم خدمت یکایک شما بینندگان خوب تلویزیون هادی امیدوارم در هر جای دنیا که هستید sehatmand و سر حال باشید الحمدلله امشب هم توفیق یافتیم از شهر مقدس نجف اشرف جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه و السلام در خدمت شما خوبان باشیم خداوند را سپاسگزاریم گذاریم که شما از رو هم همچنان سهتمند و سالم با خودمان داریم و برنامه به وقت بیداری رو بیننده هستید عزیزان با احترام با افتخار در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد خاتمی هستیم شیخان سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوش آمدید به برنامه امشب ما سلام علیکم و رحمت الله منم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان خوبی تلویزیونی هادی تیوی و بینندگان برنامه به وقت بیداری در خدمت شما هستم سلامت باشین جناب آقای خاتمی تشکر میکنم از ای که قبول زحمت کردید تا این هفته هم در خدمت شما باشیم در خدمت شما باشیم و همینطور عزیزان ما هم بیننده هستند و استفاده خواهد کرد از برنامه این هفته ای ما بینندگان عزیز برنامه امشب را اختصاص دادیم به شرح و تفسیر زیارت امین که یکی از زیارت های معروف ائمه معصومین علیهم السلام هست که انشالله میپردازیم امشب هرچند در خصوص این زیارت که یک زیارت بسیار بزرگ و پربرکت هست و یک زیارت بسیار از نگاه محتوا محتوای عمیق و زیادی داره بدون شک در یک جلسه نمیشه که این زیارت رو شرح داد بماند تا تفسیرش با این حساب ما امشب به صورت اجمالی و مختصر در خدمت شما عزیزان هستیم با بیان شرح و تفسیر این زیارت که زیارت معروف به زیارت امین الله هست انشالله در صدد این هستیم که در طی چند برنامه در آینده انشالله این زیارت رو خدمت شما از آن شرح خواهیم داد انشالله کارشناسان عزیز ما در خدمت شما خوبان خواهد بود جناب هم همطور که عرض کردم برنامه امشب رو اختصاص دادیم به شرح و تفسیر زیارت امین الله که زیارت بزرگی هست لطف بفرمایید زیارت امین الله را معرفی بکنید و بیان فضیلت این زیارت که بدون شک زیارت بزرگی است فضایلی هم داره یک فضیلت از این زیارت را هم بیان بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین خدمت شما عرض کنم که زیارت امین الله یک زیارت معروف است که در کتوبه که در حرم مولا الموحدین امیر الان علیه السلام وجود دارد زیارت نامه ها نوعا زیارت ثانیه اینجا نمیشته شده در همه حرم ها و مراقد مشرفه که ما تشریف ببریم باید. و بینندگان عزیز ان شاء الله خداوند به آنها مرزوق کنه به زیارت مشرف شود در همه جاها چی در عراق در زیارت ایم معصومین چی در ایران و چی هم در عربستان باید. می بینیم اینجا زیارت نامه هایی وجود دارد. در هر زیارت به صورت کلی اگر ما صحبت بکنیم زیارت ائمه معصومین ما به دو دسته تقسیم می شود یک نوع از زیارت ها زیارت مطلقه هست زیارت مطلقه یعنی چی یعنی که این زیارت اختصاص به یک معصوم نداره و مشخص و مقید هم نشده که حتما در فلان تاریخ در فلان روز در فلان زمان با چی خصوصیات ویژگی ها خونده شد. این قسمت از زیارت ها و این نوع از زیارت ها را اسمش میگه زیارت مطلقه نوع دوم از زیارت ها به کل برای همه معصومین زیارت خاصه یا مخصوصه شده. هست این زیارت یعنی چی؟ یعنی اینی که در زیارت گفته شده آقا این مال زیارت ابو عبدالله الحسین هست این مال علی ابن مسرزا هست این مال علی ابن عبی طالب به این میگیم زیارت خاصه یا حتی در بعض زیارت‌ها، ما و شما میبینیم در مناسبت ها یک زیارت مختص یک روز خاصه مثلا نیمه شعبان، سزده رجب، روز آشورا، روز اربعین این زیارت ها زیارت های خاصه هست الان نسبت به زیارت امین الله اگر از این ناحیه ما بررسی کنیم زیارت امین الله همون گونه که از امام باقر علیه السلام نقل شده از جمله زیارت های مطلقه هست یعنی زائر محترم اگر بیاید در حرم علی ابن ابی طالب میتونه این زیارت را بخواند و میتواند همین زیارت را برای امام حسین بخواند برای امام کاظم بخواند بله. برای امام رضا بخواند بله. میتونید این را. اما با یک قید که در زیارت امین الله که اگر آمدن در نجف خواندن اون السلام علیک یا امیر المؤمنین رو بردارن دیگه بله. در اینجا بخوانند جاهای دیگه رو بردارن چرا چون امیر المؤمنین بدون قید و شرط و پسوند مخصوص علی بن ابی طالب هست بله بله. نمیتونیم اون رو برای امام رضا بخوانیم یا برای امام حسین بخوانیم پس از این زیار از این لحاظ و از این ناحیه که ما در نظر بگیریم زیارت امین الله زیارت مطلقه است بله یعنی باید در هر زیارت که مشرف میشه مثلا امام موسی کاظم علیه السلام امام رضا زمین علیه السلام فقط اون به جای السلام علیکم امر المؤمنین همون امام رو مخاطب قرار بده دیگه میتونه اون رو مخاطب قرار بده میتونه اصلا اون رو نگه اسم آه. امام رو نگه امین که السلام علیکم یا امین الله فی عرضه و علی عباده این کافی هست, کافی امین, هست. امین الله اینا این از این زاویه اگر ما بررسی بکنیم خدمت شما عرض بکنیم که از نگاه اینی که این زیارت کی این زیارت را القا کرده کی بیان کرده این زیارت در واقع زیارت یک معصوم به معصوم دیگه هست یعنی یک معصوم آمده معصوم دیگر را مخاطب قرار داده و زیارت کرده ما و شما میدانیم که حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام سالیان سال قبرشان مخفی بود مزید. حالا دلایل این چی هست بماند نیاز به بررسی جداگانه دارد که چرا قبرش مخفی بود و اینا خلاصه قبر مخفی بود تا زمان امام صادق امام صادق آمدن اونو برای مردم معرفی کردن در این مدت امام سجاد در زمانی که قبر مخفی بوده آمده به زیارت قبر جد خودش امیرالمومنین علیه السلام و در اونجا این زیارت زیارتنامه رو بیان کرده راوی راوی این زیارت هم امام باقر علیه السلام که در این مدت غیر از ائمه معصومین احد من الناس قبر امیرالمومنین را بلد نبوده که در ام. کجاست در چند تا روایت امام باقر علیه السلام بیان میکنه که من با پدر خودم به زیارت امیرالمومنین می رفتیم، بقیه. اما بقیه نمیدونست. ام. در همون حالت خفا امام سجاد علیه السلام آمده در کنار قبر امیرالمومنین این زیارتنامه را بیان خنده. کرده پس گوینده این زیارت و کسی که این زیارت را گفته اون امام, امام سجاد, علیه السلام. السلام هست و این روایت را امام باقر نقل کرده از نگاهی سندی مگر بگیم این زیارت در بسیاری از کتبی روایی شیعه وجود داره بله. ابن قولوی این را ذکر کرده شیخ توسی این را ذکر کرده حر عامل این را ذکر کرده آقای مجلسی در بحار الانوار این روایت را ذکر کرده از نگاهی اعتبار سندی اگر بگیم خیلی از علما به این حرف تأکید داره و اشاره داره که این زیارت از جمله زیارت های معتبره است خیلی اعتبار بالایی داره بله. پس بنابراین از نگاه اعتبار سندی هم میتونیم بگیم که طبق نظر علما این زیارت یک زیارتی معتبر است اگر نسبت به محتوا بپردازیم از تک تک کلمات از همون کلمه سلام که اگر ما شروع بکنیم تا آخرین نقطه میبینیم که این زیارت از زیارت های است عرفانی از اول یعنی از جمله زیارت است که کمترین سلام را دارد با یک سلام یا دو سلام دیگه میپردازد به کلمات عرفانی لذا این از نگاه محتوا و از نگاه سند این روایت جای بحثی نداره بسیار هم روایت مهم و با برکتی هست نسبت به فضائل این زیارت اگر ما بپردازیم فضائل هم برای این زیارت ذکر شده بره. از جمله از زبان امام باقر علیه السلام نقل شده که اون حضرت فرمود که هر کسی از شیعیان اگر به زیارت امیر المؤمنین برود یا به زیارت یکی دیگه از معصومین خب چون گفتیم زیارت زیارت مطلقه هست باید. کسی که آمده این زیارت را در نزد حرم امیر المؤمنین خونده و امیر المؤمنین را مخاطب قرار داده باید. یا کسی که این زیارت را رفته در کربلا خونده باید. ابو عبدالله الحسین را مخاطب قرار داده باید. این در حال که زیارت میکند یا دعا میکند کسی از شیعیان اگر این امر را انجام بدهد خداوند متعال این زیارت و این دعا چون مشتمل بر دعا هست این زیارت و دعا را چیکار میکنه با ظرف از نور با نامه از نور بالا میبره ختم و مهر پیامبر اکرام اکرم را بر اون میزند و تا زمانی که به دست حجت ابن الحسن قائم آل محمد برسد همونجوری باقی هست این خیلی ثوابی مهم و با برکتی است روایتی دیگه هم که داریم در خصوص زیارت امیرالمومنین که چقدر ثواب داره که انشاءالله الله بینندگان عزیز خدا مرزوخ کنه بیا به زیارت امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام این روایت را امام صادق از امام باقر نقل کرده امام باقر از امام سجاد ایشان از ابو عبدالله الحسین و ایشان گفتم من از پیامبر اکرم سوال کردم یا رسول الله کسی که ما را زیارت میکنه بره. ما اهل بیت را چی چی نصیب اونها میشود یعنی از این زیارت چی ثواب و چه فضیلت اونها کمایی میکنه. اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که یا بنیه ای پسرم منزارنی حیا او میتا او منزار اباک حیان او میتا او منزارک حیا او میتا او منزار او او اخاک حیان او میتن که در بعضی روایت ها به جای او او آمده،, آمده در بعض جاهای دیگه هم او آمده به هر صورت اینجا گفته به این صورت که نگفته که همه زیارت بکنه باید. گفته اگر مرا زیارت بکنه حالا زیارت میکنه من زنده ام یا زیارت میکنه بعد از اینی که رحلت کردم باید. همون گونه علی بن ابی طالب همون گونه شما امام حسین و همون گونه امام حسن باید. هر کی اینها را زیارت بکنه خب این اصل بحث چیز باید. فایده داره باید. این سوالی امام امام حسین است که میگه ما رو زیارت بکنه چی ثواب داره الان پیامبر اکرم میفرماید که اگر کسی این زیارت را بکند خود چی میشه کان حقیق علی ان ازوره یوم القیامه اون شخص به گردن من حق دارد که من در روز قیامت او را زیارت بکنم و ان اخلصه من ذنوبه و او را از گناهانش پاک کنم خب این تمام چی؟ و ایشان را وارد بهشت کنم خب خیلی و جنة. این ثواب زیارت ائمه معصومین اینجا چون پیامبر اکرم که این را نقل کرده در زمانی بوده که خودش علی بن ابی طالب امام حسن امام حسین بوده بقیه معصومین نبوده یعنی همه معصومین این ثواب را داره پس اگر ما بخواهیم به ثواب زیارت امیرالمؤمنین نگاه کنیم از این ناحیه که چقدر ثواب داره و خود پیامبر اکرم فرموده کان حقیقا علی ان ازوره یوم القیامه از یک طرف از یک طرف دیگه امام باقر فرمود هر که زیارت امین الله را بخواند این قد ثواب داره پس چقدر زیباست که زائر محترم اینجا تشریف بیاره بینندگان محترم تشریف بیاره در اینجا امیرالمؤمنین را با زیارت امین الله زیارت کنه بسیار سلامت باشین تشکر میکنم از شما انشالله که روزی تک تک شما بینندگان عزیز شوه زیارت امیر المؤمنین علیه السلام و با قرائت زیارت بزرگ امین الله که ظاهرا خیلی مختصرم هست از نگاه ظاهری ولی از نگاه محتوا بسیار یک زیارت عمیق و زیارت پرفضیلت است که انشالله استدعا داریم که از بارگاه رب العزه که نصیب همه ما و شما شد خصوص زیارت امام حسن مجتبی علیه السلام در قبستان بقیه و همینطور دیگر محسومی از ما قبل از که فاصله بگیریم یادآور میشم که پول ارتباطی تلویزیونی هادی شماره مثبت 964 780 255 40 هست میتونین پیشنهاداتشان تان از طریق واتساپ و تلگرام و همینطور برنامه های دیگر میتونین انشالله با ما شریک بسازین ما هم استفاده میکنیم و خوشحال خواهیم شد که در خدمت شما خوبار باشیم از آن یک میان برنامه بسیار کوتاه داریم برمیگردیم در خدمت شما خوبان هستیم O-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho! <tries> عرض سلام مجدد دارم خدمت یکایی که شما عزیزان الحمدلله که همچنان شما رو با خود ما داریم در ادامه برنامه امشب میخوایم بپردازیم انشالله به یک فرازی از زیارت امین الله همطور که جناب استاد فرمودن زیارت امین الله بسیار زیارت پرفضیلت و زیارت پرمحتوایی هست و همینطور الخصوص از اینی که از یک معصوم بیان شده که ظاهرا در دوران حیات پربرکت امام سجاد علیه السلام حضرتش از مدینه چند باری یعنی رفت و آمدش به عراق خیلی زیاد بوده و در طول همین سفرها برای زیارت حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام مشرف شدن و این زیارت رو بیان فرمودن جناب استاد وقتی که در متن پربرکت این زیارت میخوانیم اللهم اجعل نفسی مطمئن به و به لطف کنید در مورد این فرازی از این زیارت توضیحات رو نفرمه بسم الله خدمت شما عرض بکنم که این زیارت همونطوری که گفتیم فضائل و برکاتی که دارد امام سجاد علیه السلام در این زیارت با دو بخش بیان کرده امه. بخش اول از زیار... سلام علیکم شروع میشه سلام علیک یا امین الله تا اون قسمتی که اللهم اجعل نفسی مطمئنتا بقدرك به بقضائك از اینجا قسمت دومه دو یعنی امام سجاد وقتی آمدن کنار قبر مخفی امیر المؤمنین علی علیه السلام اول زیارت کردن فضائل و مقامات حضرت را بیان کردن بعد سزده تا خواسته از خدای متعال در کنار حرم حضرت علی و قبر حضرت علی علیه السلام داشته که اولین قسمتش همین اللهم اجعل نفسی مطمئنتا بقدرک هست دومینش هم و راضیتا به قضائک الان معنای این جمله اینه که خدایا به من توفیق بده که نفس من به اون قدر و اون تقدیر و اون اندازه و حد و مرزی را که شما برای زندگی من در نظر می‌گیری برای سرنوشت من در نظر می‌گیری به نفس من این اطمینان این توفیق را بده که اطمینان پیدا بکند که چون شما مسلحت من را میدانید. بله. اون تقدیر اون حد و مرزی که برای زندگی من مشخص می‌شود من به اون اطمینان پیدا کنم یعنی <applause> من مطمئن باشم اون حد و مرزی را که خدای متعال برای من در نظر گرفته بخوا اون مصلحت من در همون هست و در چیز دیگری نیست, نیست. راضیتم به قضائک یعنی یعنی اینی که خدایا به من توفیق بده که من به اون حکم شما به اون سرنوشت من را که حتمی میکنید حتمیت میبخشید و حکم میکنید من به اون چی باشم راضی باشم رزن به رضا <applause> الان چرا این را این دعا را کرده که قلب من را مطمئن و نفس من را مطمئن قرار بده نسبت به قدر و راضی قرار بده نسبت به قضا, قضا. چرا؟ به خاطر اینی که مردم نسبت به قدر و قضای الهی سه دسته هستند یک دسته کسانی هست که اگر زندگی به آنها روی بیاورد زندگانی مرفعی داشته باشد و با آسایش و همه امکانات و چیزهایی را که برای زندگی آنها مفید هستند را داشته باشد اون زمان میگد همین درست است و ما به این این اطمینان داریم اطمینانشون به چیه به اینی که زندگی اونها مرفه باشه اگر مرفه نبود شکایت ها شروع, شروع میشه بشه. مثلا در زمان پیامبر یک عده بودن اسلام آوردن بلد. منطقشون منطقه باران شد بلد. همه گفتن این به برکتی ای؟ اسلام. اسلام یک جای دیگر بودن باران نیامد گندم نبود خیر و برکت در اونجا نبود گفت به خاطر همین اسلام ما اسلام نمی آوردیم بلد. خیر و برکت بود چون اسلام آوردیم اینطوری. برعکس از آره پس اینها همه خیر و صلاح و اطمینان اینها به اون نعمت هایی است که به اینها میرسه فقط به همون اما این که خدا چه سر در نظر گرفته به اون توجه نه. نه یک ایده دیگر هم که هست فقط و فقط دنیا پرستی داره به هیچ چیزی دیگر از نگاه معنویات و آخرت و قضا و قدر هیچ را مد نظر نداره قسم سوم که الا به دکر الله تطمئن القلوب این سه قسمت را داریم الان که امام سجاد علیه السلام اینجا رفته این خواسته را از خدای متعال داره یعنی چی یعنی خدایا من را از این دسته سوم قرار بده که به ذکر شما قلب من چه شود مطمئن شود. شود حال خود قضا و قدر یک بحث عقایدی است هیچ مسلمانی را شما در دنیا پیدا نمی توانید که باور بر قضا و قدر نداشته باشید چون قضا و قدر در قرآن ذکر شده در روایات معصومین بیان شده در روایات از صحابه بیان شده لذا همه قبول دارد مسئله قضا و قدر را اما مشکل در کجاست مشکل در تفسیر قضا و قدر هست که ما بیاییم بله بلد. چه تفسیری بکنیم قضا و قدر را و بر اساس اون تفسیر دیدگاه ها و نظریات به وجود آمده خب چرا روی تفسیر مشکل آمده به خاطر اینکه از یک طرف ما قائلیم که انسان آزاد هست آزاد آفریده شده دارای اختیاره از یک طرف دیگه بیاییم بگیم نه قضا و قدر هم وجود داره چطور این دوتا رو با هم جمع کنیم که هم اختیار انسان سر جا باقی باشه و هم قضا و قدر الهی پا بر جا باشه الان در اینجا سه طایفه با وجود آمده یک ادعا آمدن قضا و قدر را ول کردن چسبیدن به اختیار گفتن انسان مختار است هیچ گونه کارها و تلاشها و فعالیت های اینها ربطی به خداوند ندارد هر کاری که بخواهد این انجام میدهد و خداوند نسبت به ای که انه اصلا توان قدرتی بر ادارهش ندارد، اینا رو میگه مفوضه این میشه تفیز یعنی خداوند این کارا رو با ما تفیز کرد ایده دیگر آمدن نه قائل به جبر شدن جبریه آمدن چی گفته گفته نه ما مثل یک وسیله هستیم مثل یک چاقو در دست یک شخص که میتواند او با او کار خیر انجام بدهد مثلا گسفند زبه کند برای مردم قصابی بکند یا اینی که نه اونو بگیرد یک کسی را بکشد ما اینطوری هستیم هیچ ای اختیار هم نداریم. این دو تا دیدگاه امامیه آمده گفته نه ما توان این را داریم که قضا و قدر را هم سر جایش بگذاریم اختیار انسان را هم سر جایش بگذاریم پس نه رأی اول را میپذیم ما رأی دوم را رأی اول که بگیم نه همه به ما تفیض شده نه این درست نیست چرا قرآن چی میگه قرآن میگه لیس للانسان الا ما سعا, سعا. نگفته که ليس للانسان الا ما اراده الله اینو بیان نکرده گفته ليس للانسان الا ما سعا یعنی انسان در دنیا اگر میخواد به چیزی برسه مدیون تلاش های خودش است درسته ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بنفسهم پس این حرفی چیزا تفیزی درست نیست اگر جبری بیاریم که بگیم نه همه به ما تفیز شد تیپ خیلی میگم میگیم نه آیات داریم و ما رمیت از رمیت ها پس این دو تا نظریه درست نیست نظریه امامیه چیه مگه ما جمع میکنیم امر رو بین الامرای هم میاییم از یک طرف میگیم خدای متعال توان و قدرت بره. داره بره. قضا و قدر داره بره. و همین که بش بشر بره. اختیار داره پس طبق رأی امامیه و تفسیر امامیه که ما این تفسیر بکنیم یعنی اینی که میگیم به این صورت میگیم که خداوند متعال برای هر پدیده اندازه و حدودی کمی و کیفی و زمانی خاصی را مقدر میکند مقدور میکند معین میکند اندازه گیری میکند این حدودی کمی و کیفی و زمانی و مکانی تابع یک سری علل و شرایط است که اون علل و شرایط باید به وجود بیاره تا این تاثیرات کمی و کیفی ایجاد شود خب این تعریف چی بود تعریف بند. قدر تعریف قضا چیه قضا اینه که اگر این شرایط محقق شد این علل و این عوامل به وجود آمد خداوند متعال حکم را انجام میدهد قضا یعنی حکم بلی. حکم رو انجام میده دیگر قابل برگشت نست. نیست این کار حتمیت پیدا میکنه پس طبق این تفسیر امامیه ما چی میگیم میگیم نسبت به قدر اندازگیری و مقدار انسان مختار هست بلی. یعنی انسان دخالت میتواند بکند که سرنوشت خودش را تعیین بکند لیس للانسان الا ما, ما میتواند انسان در قدر و اون اندازگیری که خداوند متعال برای سرنوشتش میکند چه کار بکند دخالت بکند اونجا داره و یمحو و یمحو الله و يثبت ما یشا و یثبت ما این اینا چی؟ یعنی اگر یک سری علت علت خود بشر به وجود بیاره بلی. میشه اون قدر چیکار بکنه؟ درسته. تغییر بکنه شب, شب قدر برای چی میگیم شب بلی. قدر؟ ما میاییم در این شب با دعا نیایش اون قدرهای الهی رو خودمان با تلاشهای خودمان تغییر. تغییر میدیم مشخص میکنیم حدود زندگی ما تا کجا باشیم درسته؟ بله. پس الان از نگاه قدر نسبت به قدر ما می توانیم با تلاش های خودمان با زحمت های ما خودمان یک سری حدود را برای زندگی و برای مقدورات خود ما تعیین کنیم اما نسبت به قضا قضای الهی وقتی تعلق گرفت دیگر قابل تغییر نیست نیستن رضا مثلا ما روایت داریم وقتی عیسی روح الله مریض شد و ما اردن دکتر دکتر گفتن شما باید دارو بخورید گفت خودم مرده را میکنم الان بیایم دارو استفاده کنم گفت نمیشه خداوند وحی کردن که جناب عیسی مقدور این شده قدر بر این تعلق گرفته که شفای شما در گره اون دارو باشه اگر دارو رو استفاده کردی شفا پیدا میکنی اگر دارو رو استفاده نکردی دیگه از این دنیا میری با. یا مثلا شما بیاین در رابطه با سله رحیم در رابطه با بر به والدین ای. اینها یعنی چی اینها دخالت دارد در اینی که ما توانیم زندگانی ما چی بکنیم مقدرات خودمان را خودمان با دست خودمان رقم بزنیم بزنیم لیس انسان الا مسعا با تلاش و با زحمت و کوشش خودمان زندگی را رو برا کنیم لذا الان وقتی میگیم قضا و قدر الهی معناش این نیست که ما دست روی دست بگذاریم بگیم خب خدا هرچی مقدور کرد پیامبر اکرم فرمود خدا لعنت بکند کسی را که گناه خودش را به گردن قضا و قدر الهی بیندازد بله. کاری کرد که یزید کرد بله بله. حضرت زینب که آمد در مجلس یزید اونجا بردن گفتن م. کیف رأیت سن الله به اخیک یعنی چی یعنی گناه خودش را انداخت گردن گردن خداوند خدا خداون. گفتم چون ما قائل به جبریم ما هیچ بله. کاره بودیم ما مثل شمشیر بودیم خدا, خدا ما را حرکت دادن بله. خدا میگه خدا لعنت بکنه پیامبر میگه خدا لعنت بکند اون ایده ای را که گناهش را به گردن قدر و قضای الهی بیندازه بس فقط این ها نیستیم که چنین شخصیت های رو لند میفرستیم لند از رو قبلا خداوند هم فرستاده بسیار تشکر میکنم شما جناب استاد استفاده کردیم و بدون شک جمله و کلمه ای رو که امام معصوم بیان میکنه این جمله محکم و عمیقی هست ان که ماها هم اگر مشرف میشیم به زیارت ائمه ائمه محسومین در هر جایی که توفیق داشتیم به اون متن زیارت و مثل زیارت امین الله باید دقت بکنیم که داریم چی میگیم حرفی که با امام میزنیم و چیزی که از خداوند میخواهیم چی هست تشکر میکنم از شما جناب استاد مجددا از زن یک میان برنامه کوتاه داریم ان الله برمیگردیم در ادامه برنامه سلام مجدد دارم خدمت همه شما عزیزان خدا شکر که شما را با خود ما همراه داریم و امیدوارم که همچنان صحتمند و سر حال باشید عزیزان امشب شب شبه جمعه هست و چنانچه چه مستحضر هستی شب زیارتی مخصوص آقا امام حسین علیه السلام هم هست انشالله که از هر جایی که هستین از راه دور با قلب نزدیک یک عرض ادبی داشته باشید خدمت آقا امام حسین علیه السلام و زیارت شب جمعه فراموش نشود خدا انشاءالله که به همه شما ازن اون ثواب رو عنایت بفرماید که به عزیزانی که از نزدیک امام رو زیارت میکنه بپردازیم به ادامه برنامه امشب ما قبل از او باز یادآور شد از میتونین برنامه های به وقت بیداری که در گذشته پخش شده میتونین از طریق شبکه های اجتماعی یوتیوب و آپارات هم بیننده باشید عزیزان و همینطور پول ارتباطی شبکه جهانی هادی تیوی یا تلویزیونی هادی شماره مثبت 964 780 255 413 هست از زن نظرات نیکیتان را با ما شریک بسازید خیلی خوشحال میشیم که استفاده بکنیم از نظرات نیک شما جناب وسط در ادامه همین فرازی که خدمتون قرائت کردم و لطف کردید توضیح دادید ما میرسیم به جایی که امام سجاد علیه السلام در این زیارت میفرماید مولعتا به ذکر که و دعای که این فراز رو هم لطفون توضیح بدید خدمت دید. خدمت شما عرض کنیم که همونطوری که گفتیم 13 تا خواسته را بیان کرده امام سجاد علیه السلام که دو تا را به صورت بسیار مختصر و گذرا عرض کردیم این قسمت سه مولا اتن لذکر که و دعای که ما در زبانی عربی بگیم یا حتی فارسی کلماتی داریم که اگر به صورت مطلق ذکر شود بدون هیچ پسوندی یا دارای بار منفی است یا دارای بار مثبت به تنهایی یعنی بدون قید خب از اون کلمات مثلا از باب مثال کلماتی که به تنهایی ذکر شود و دارای بار منفی باشد مثل حرص اگر شما به یک انسان بگین حریص ام. ناراحت میشه بلی. اگر به یک انسان بگید متعصب بلی. ناراحت یا راحت میشه یا بگید مثلا تو تماعی نراحت میشه نه. اما اگر این کلمات با یک پسوند ذکر شود دیگر اون بار منفی وجود ندارد نه نه مثلا از امیر نقل شده یکی از صفات مؤمن اینه که حریزی بر تحصیل علم باشه. این قید اگر آمد بار منفی تحصیل علم از بین میشه حیرس معنای منفی داره بار بلد. منفی داره بلد. بلد. اما وقتی پسوند علم بهش اضافه شود حیرس بر علم بله حیرسی بر این که فرزند خودش را درست تربیه کنه حیرسی بر این که وقت خودش را درست مصرف بکنه دلست. تلف نکنه از دارایی خودش به نوع درست استفاده بکنه حیرسی بر این امور معنای مثبت داره بلده. تعصب هم همتینا و امور دیگری یا مثلا در جای دیگر از همین همین کلمه خدمت شما عرض بکنم مولعه از ماده ولعه بلده. خود ولعه به معنای حرسه خو خب اگر به تنهایی بله. کلمه ولع را در نظر بگیریم معنای منفی داره بله. در جای خود امام سجاد علیه السلام از نفس خود به خدا شکایت میکنه خب احنا. مگه چرا مگه به خاطر که الا معاصی که مولع این نفس من به سوی معصیت های تو ولع دارد خدای تو مرا از این نجات بده و حیفظ کن پس خود کلمه ولع اگر به تنهایی آمد بار منفی دارد همون گونه که کلمه مثل حرس و نمیدانم مثل تعصب اینا باری منفی دارد اما اگر به دنبال این یک کلمه یک پسوند دیگری ذکر شود اون زمان باری منفی تبدیل به باری مثبت مولعتا لذکر که و دعاک یعنی ما را حریص بر ذکر و دعا قرار بدی خب الان ما آمدیم میگیم در این زیارت امام سجاد علیه السلام و سلام از خداوند متعال میخواهد که امام سجاد را چی قرار بدن حریص قرار بدن بر اینی که ذکر و دعای الهی رو خودی خود کلمه ذکر صرف برای به معنای لقلقه زبان نیست که ما بگیم خب در اونجا رفتیم یک زیارتنامه رو بخوانیم قلب ما بدن ما جلو زیره امیر المؤمنین اما روح ما در جای دیگر باشه حتی روایت داره داخل بله اینه که مثلا چیز سوغاتی بگیریم کجا بریم چیکار بکنیم از این حرفا اگر اینطوری شوه حتی ما ای... خطرناک هم هست روایت داریم کسی که در زبان ذکر میگوید بله. قلبش جای دیگر است این رو گفتن منافق الله اکبر <تصفح> هم همین است وقتی شما ذکر بیان میکنی در ظاهر از کنار شخص رد میشی تسبیح در دست داری بله. سلوات میگی بلی. اما این چیه؟ در واقع فکر جای دیگر هست برای دسته کردن هست برای حرفا این رو گفتن این شخص منافق این قدر این مسئله یا در جای دیگر ش... به یک هم گفته توبه بر لب صفحه بر کف دل پر از شوق گناه معصیت را خنده میگیرد از استغفار ما <applause> خب این چه جور استغفاریه که تو در ظاهر استغفر الله بگو سبحان الله بگو لا اله الا الله میگی اما قلب جاهای دیگر پرواز میکنه پس بنابر این مسئله اینی که گفتم مولیتن لذکر و دعاک معنایش صرفی لقلقی زبان نیست چون خودی ذکر از ذکر و ذکران در بله بله. کتاب چی داریم بله. خب یک قسم از ذکر ذکر خالصانه یه ذکر یه که خ... انسان هم با زبان هم با قلب توجه و التفاتش جا... در طرف, طرفی خداوند متعال وقتی از خداوند درخواست میکنه با تمام وجود از خداوند درخواست میکنه قلبا و لسانا خب این کار خوبیه ثواب های فراوان هم بر این مترتبه قسم دیگری از ذکر ذکر صارف میگیم یعنی چی یعنی این ذکر سبب میشه که این آقا حرف دیگری نزنه اما علنا کار انجام هم نمیده صرفا چی کار کرده کار کرده که در وقت گفتن استغفر الله کار دیگه انجام داره نتون حرف دیگه ای نتونه بزنه این رو مانع میشه از انجام دادن و حرف گفتنی دیگه. پس معنای اینه که امام سجاد علیه السلام از خدا درخواست میکنه که خدایا من را حریص بر ذکر و دعای خودت قرار بده یعنی حریص قرار بده که من زبانا و قلبا شما را بخوانم این دعای که ای امام سجاد علیه السلام ده. پس بنابر این ما در حین دعا کردن در حین زیارت کردن ان شاء الله خداوند متعال اینو بخوایم که ما را حریص قرار بدهد بر این که ما ذکر را که بیان میکنیم دعای را که بیان میکنیم این دعا با چی باشه با اطمینان با التفات و با توجه به خداوند متعال باشه و این رو با توجه از خدای متعال بخواهیم خدمت شما عرض بکنیم که حالا یک سوال اینه که خب الان درست شد ما گفتیم که امام سجاد از خدای متعال خواسته که مولعتا لذکر که و دعائک این رو از خدا خواسته چی اسباب باعث میشه که آدم چی شود ولع و حریص بر دعا شود چی امور و چی اسبابی سبب میشه که انسان حریص شود بر دعا کردن همون گونه که میگم خب اسباب میخواید که انسان حریصی بر چی شود؟ بله حریصی بر تحصیل علم شود بله الان چی کار بکنیم که ما اینطوری شویم سبب اول را دعای اللهم الهمنی ولن ان بذکرک الا ذکرک خدای خودت برای من الهام بکن ولع به ذکر خودت را این اولا پس اولین راه اینه که ما بیایم دعا کنیم از خداوند متعال بخواهیم که برای ما ولع به ذکر خودش را چکار بکنه؟ الهام بکنه این یکی از راه است که انسان میتواند حریصی بر ذکر و دعا شود راه دیگه ای را که ما میتونیم پیدا بکنیم اون راه اینه که انسان در تشریع جنازه یا به قبور اموات که مراجعه کند، اونجا یک توجه بکنه یک التفاد و نظر داشته باش. چون میدونی تشییع جنازه خودش بله بله بله. ثواب داشت چرا؟ استحبت. چون بله بله. این از شرکت کردن انسان رو به فکر خدا میندازد به فکر این میندازه که این شخص بگه خب یک روزی که من هم از این دنیا این روزی نقارا فردا نوبت فردا من. نوبتی من هست خب اگر نوبت من هست پس من برای کار خودم برای خودم چیکار کار کرده؟ چی زاد و توشه ای را من از اینجا برداشتن برای الله امید. اکبر پس این راه دومی هست که انسان را می سبب شود برای چی برای اینی که ولع پیدا زیارت پیدا بکنه خدمت شما عرض کنم راه دیگر چیه راه این دیگر انتخاب رفیق خوب یا دیدار عالمان دین است اونم از چی آلمان؟ آلمانی که انسان را به یاد خدا بیندازه یا دوستانی که انسان را به یاد خدا بیندازه اما اگر رفتی دوست شما شما رو به یاد خدا نمیندازد که هیچ از خدا هم دور میکنه اینا رو نباید انتخاب بکنیم اینا سبب میشه که دیگر اصلا دعای انجام ندیم چی رسد به اینی که حرسی بر دعا پیدا بکنیم لذا انسان به زیارتی میبینید میدونید که زیارت کردن علما ثواب داره یکی از علتهاش همینه که چون میرید اونجا میبینید اون با تمام معنویات صحبت میکنه انسان را دعوت به کار خیرم میکنه این امثال اینها اینا سبب میشه که انسان چی شود بله پیدا بکنه خب ببینید این انسان متدین این مرجع دینی این عالم دینی به چی جایگاه معنویت رسیده این سبب میشه که خب منم تلاش کنم بلد. منم دعا کنم منم از خدا بخواهم که به همچو جایگاهایی برسه اینا سبب میشه که انسان چیکار کنه بله پیدا بکنه خب الان گفتیم خب دو سه تا آثار رو برای این ذکر بلد. کردیم که انسان ولع به چی پیدا کنه به زیارت و ذکر الهی پیدا کنه ذکر و دعا خب یکی میگه خب حالا ولع پیدا کردیم ها ذکر هم گفتیم اثر ذکر چیه؟ ولح پیدا کردیم حرس پیدا کردیم ذکر هم گفتیم بره. اما اون اثرش چیه اثر ذکر چیه اثر ذکر اینه که اگر شما خدای متعال را یاد بکنید خداوند چیکار میکنه شما رو یاد میکنه این شبیه ما میگه در تعبیر میکنیم که دید و باز دید اگر شما خدا را یاد بکنید کوچکترین اثر و کمترین اثرش اینه که خدای متعال هم شما را یاد میکنه و چی نعمت بالاتر از این همون گونه که خداوند آدم هست بله میکنه. اون که دوایت هم که عرض کردم از پیامبر مکرم اسلام که اشان فرمود اگر کسی من را زیارت بکنه حیا او میتن کان, علی... کان حقیق علی ان ازوره یوم القیامه بسیار تشکر میکنم از شما جناب استفاده کردیم از بیانات ارزشمند شما خداوند به شما جزای خیر بده ان از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادین و امشب هم الحمدلله با افتخار در خدمت شما بودیم و همینطور بینندگان عزیزی که برنامه به وقت بیداری رو بیننده هستید عزیزان برنامه امشب ما هم به پایان میرسه ان ما در ان که در هفته های آینده باز هم در برنامه های آینده باز هم میپردازیم به شرح و, و تفسیر زیارت امین الله انشالله که شما از آن هم بنده حقیر و همکارانمون رو از دای خیرتان فراموش نکنید شما رو به خداوند یک تا می خداوند یار و مددگار شما باشه